و اعتماد بر خدا محکمترین امید من است. سلام بیننده خوب تلویزیون آریانا، عزیزانه که برنامه گپ نوره بیننده هستین، شبتان بخیر، آرزوی صحتمندی شما را دارم. تا پایان برنامه همراهی شما را خواهان هستم و در این برنامه باز هم حبیب ناظم با جمع از همکارا البته برنامه را تقدیم شما خواهد کرد که امشب قرار است بصیره جان همچنان در برنامه حضور پیدا کنه. ولی قبل از اینکه بیاییم گپای دیگه را در مورد محتوای برنامه، در مورد که چی چیزایی را در این برنامه داریم، بیایی که اون شخصیت بسیار دوست داشتنی برنامه بیایی در این برنامه که خبر خوش بر شما تقدیم کنه. سلام جان، جور بخیر، خوب است انشالله، طرفات انشالله خیرتی است. تشکر ناظم جان، بخیر باشی نسا جان، تو زنده باشی، خیرتی است دیگه، بخیر باشی. سلام علیک داشته، اجازت خواست اطمانن اطمان بفرمایید. چپلق مپلق طلوار نکنی، کلاب شو رو سگ رقم. آها بله، کلبشای روسی یادت است؟ دکمه که سرش میدوختی یادت است؟ منم میدوختم. تو دادان مزد که میرفتی که کلبش میدیدی باز کلبش نسد دکمه میدوخت که باش آلش نشه. آلش نشه نه همه تو میگفتیم. یا تبدیل میگین؟ ما آلش میگیم. ما تبدیل میگیم. خب سعیست. ما متوامیان اگر میزنیم. وای سلام علیک داشته باشم. سلامونه اونه که هیله هیله چه جور لوگ سلواری آباده واسه هر چیر واسه دخپل کورانی ترسنگ واسه خوشحالی مغارو لهر درد مرز جگر خونی نه پامان که واسه بس چون مو خوشحاله اول خوشحاله ایرک خواه دیره منه نورور جانه تو رو کس نمیکد که مسجد که میرفتی باز یک کلاوش در داخل میبوردی اگر دوست ببره یک شب ببره ما که میرم نه بازم او رو بخطر ازی که حال میگم حال تا اوشکو همسایه تا دوز نگی. یک روز کسی گفت میگه که کلاوشای لنگ بدل میگرفته بودی. نه او تو نشده، ولی جالبترین اتفاق یک رفت که برامدم که نبود بودیم. این اتفاق افتاده. هر رقم که اصف یادر. امروز داخل مدلین سوخته زنی. مهارت خودت از پشت که میارم. سعی برس میکنی که خانه تا باید جلایش میبرد. نه برس گفتی، برس گفتی یک چی میگن؟ یک امی کلمات که گفتی بعد چهره ها باش که در مورد تیم ملی کرکت یک مورد یادآوری کنم، خبر خوشم یا بعد از خبر خوش؟ اول این خبر خوش هم بگو، بعد از اون خبر خوش هم میبینیم. سعید نصره جان، نگه تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله بازی های 20 اوره بین المللی 3 مسابقه برابر هندوستان انجام میدهد. این مسابقات به تاریخ 21، 24 و 27 جدی 14/2 برگزار خواهد شد. اولین مسابقه افغانستان هندوستان در 21 جدی مصادف است با 11 جنوری 2024 برگزار می شود که این مسابقه در استادیوم مولی ایالت پنجاب هند برگزار خواهد شد. هر سه بازی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر هند را از طریق تلویزیون آریانا و همچنان از طریق آریانا اف ام شنونده باشین و از طریق آریانا همچنان بیننده باشین. خوب است. خبر دې سره به د خوخی خبر ما وګورو. بسیار خوب، د خوخی خبر به په ګر سره وګورو، بیا هم مې هیروي غپ ناظم ناظم جان ستاسو چوپړ کیو. یگانه تغییر جدیدی که در همی یکی دو روز در همی چهار راهی آمده او را خواستم که بر شما به تصویر بکشم و رویش صحبت بکنم. قبلا این چهار راهی به نام چهار راهی ریاست جمهوری همچنان می گفتن و در پهلویش باز ای را تبدیل کردن نامش به نام چهارراهی انقره، چهارراهی زنبق هم میگفتن، نه اشتباه نکنم، چهارراهی زنبق همچنان، ولی فعلا این چهارراهی را جدید ساختن. اینمی منار جدیده که در اینجا میبینین، منار اوقدر زیاد بزرگ هم نیست، کوچک است، ولی همین قسمت هم مقبول ساختن. بیا هم بخیر او گرسیده ای گپ نوخ پراونه ده
د خوشحالی خبرونه خو ډیر دی، د کرکټ خبرم ډیر د خوشحالی خبر وو، په افغانستان کې په دې وختو کې د خوشحالی خبرونه نورم ډیر دی، او په دې هیله چې نور په افغانستان کې د خوشحالی خبرونه ونورو، هر څه بس د خوشحالی یعنی خوشحالی پوری تړاو لري. بله نصر جان، به خاطر از اینکه خودت هم تو د برنامه قبل هم یادآوری کرده بودم کمی دان پاچت فیتدار دان گردن موردار قصه که یادت است، ما د این برنامه میخوایم بسیگه جان بیایه و یک چیز فرمایش بده که بر خودتان بدوزه، چون شوقی همی مورد هستی، ولی میایه و خاطر که علاقه من نستی یک کسی که گلوزی هم مورد داره و بیشتر صحبت های بسیر جان هم میداشته باشیم. خب گفت بریم ما خودت؟ بله ما. سلام و شب زیبایتان بخیر باشه بیننده های عزیز تلویزیون جهانی آریانا. امیدوارم در هر گوشه افغانستان و جهان که هستن ایام بکامتان باشه و انشالله که روزهای بسیار خوب و خوش را سپری بکنن. باز هم در برنامه گپلاو با شما هستیم و حبیب جان و نصرت جان و همکاران ما بخشای متفاوت گپلاو تقدیم شما کردن و امشب با هم مهمان دار هستم که مهمانانم امشب دختران موفق و با استعداد و فعال در بخش صنایع دستی، اسما جان نظری و صدیقه پناهی، امشب مهمانان ما در گپ نو هستن و قرار است امروز روی کارکردهایشان در کنارش روی فرهنگ هزارگی بیشتر صحبت ها را همراه اسما جان و صدیقه جان داشته باشیم. صدیقه جان خوش آمدین، شبتون بخیر. خوش باشه عزیزم، انشالله جور صحتمند باشین. سلام خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون جهانی آریانا، انشالله که صحت سلامت باشین در هر کجای دنیا که هستن. تشکر، سلامت باشین صدیقه جان. اسما جان شما خوش آمدین، شبتون بخیر. تشکر، بسیار زیاد سلامت باشین. عرض سلام خدمت همه همتان نهایت عزیز، انشالله که در هر جایی که هستین صحت سلامت باشین. تشکر، زنده باشین. چقدر لباس های زیبا بر تن دارین. چشم ما لباس های شما بردم تو با یک لحظه، من بیخی غرق شده بودم در این دیزاین زیبای لباس دار. قربان تان، سلامت باشین. شما خیلی زیباس رنگش هم. اول پیش از اینکه بریم روی کارکردها شما، اول در مورد لباس تان برام بگوین اسما جان. این لباسی که مربوط فرهنگ هزارگی میشه. بله دقیقاً، اینا لباس دودامنه هزارگی است که بیشتر زنای هزارگی و همچنان دخترها مرمی باشه، خصوصا در محافل هستن. بسیار خوب. اینو بسیار قدیمی هست که ایشان حدود 30 تا 40 سال قبل برمیگردن، حتی بیشترون، ولی دست امی روزای اواخر شده که ایمود شده. باز چطور تکه شیافتن یا جدیدن باز هم تولید شده از این تکه ها؟ خب تکه های خیلی قدیمی بودن، بعد اونا وارد بازار شدن، بعد کم کم خیلی از دکاندارا رفتن تولید کردن. بله بله، بسیار زیبا هم است و لباس صدیقه جان قربانت عزیزم خیلی زیباست. خب میشه در مورد لباست برام بگوی صدیقه جان؟ این فکر میکنم خوابک دوزی است. نه این خوابک دوزی نیست، این را کسی کوبه دوزی میکنیم. یک از لباس کوبه دوزی ما جدید میشه امینا، بر خودم تقریبا تا چند ماه پیش جدید بود. اگه متوجه شده باشین قدیما مادرکلانا و مادرای ما از اینا واسکت داشتن، این جدید هم چند وقت میشه از چرمیگه کای کوتاه کوتاه که چرمی نیستن، کوبه دوزی هستن، کار ماشین هستن کلا. باز چند مدت میشه دخترها از من حیث لباس اینا طراحی مونن. منظور می بود که از مثلا مجاکت های چرمی که کوتا کوتا رقمی کوبدوزی شا بله. پوشیده میشه. بله بله، بسیار خوب است. کوبدوزی با خامک دوزی چی فرق داره؟ خامک دوزی کار دست است، ماشینی هم است. کوبدوزی طراحیش اینا کلا نمرای ماشین چیزا میشن. خودم هم از نزدیک هنوز ندیدم، میره دوستان سفارش داده بود. خب دوستایتان سفارش رو، چقدر ذوق خوب داشت دوستایتان و خیلی زیبا هم است. حالا میایم روی کارکردهایتان اسما جان. در بخش صنایع دستی کار میکنی، چی چیزها رو تولید میکنن، چی چیزها رو خودت کار میکنی؟ بسیار زیاد تشکر، سوال خیلی قشنگه. من حدود 7 سال میشه در بخش روباندوزی و پستچین کار میکنم. روباندوزی؟ بله. بعد حدود 3 سال میشه که بعد دیگه صنایع دستی همچنان وارد کار کردیم که بخش لباس های هزارگی میشه، دکه های هزارگی میشه و همچنان لیاف عروس نا هم در بر میگم. بسیار عالی، لیاف عروس. بله. او را هم روباندوزی میکنن؟ اول تکشان روباندوزی میشه یا پستچین میشه، بستگی در سفارش خود مشتری داره. بعد از او ما بعد او رو جور میکنیم، یعنی پخته میندازیم در بینشان و
ماسکتان هم امروز رو باندوزی است. بله دقیقا. بسیار زیبا است. چقدر آسان است رو باندوزی یا چقدر سخت است به نظر خودت؟ ای که 7 سال کار کردی، از 7 سال تجربهت برام بگو، چقدر حوصله کار داره؟ خودش خیلی مهارت کار داره، خیلی خلاقیت کار داره. اگر خلاقیت نداشته باشی نمیتونی هر طرح و دیزاین رو طراحی کنی. سختی هر کار داره. من در اول خیلی برام سخت بود چون بلد نبودم، باید من هر نوع گوله، هر نوع بلگه و هر نوع طراحی رو باید کار میکردم تا میتونستم حداقل مشتری جذب کنم. بعد از او که وقتی وارد کار شدم دقیقا خیلی آسان بودن، ولی در اول خیلی سخت است. در اول سخت است، شروع هر کار واقعا سخت نمیشه، ولی وارد کار کشنی در کل آسان است. بله. و سید خجار، خودت مصروف چی کارها هستی؟ میشه در مورد کار کردهایت بر ما بگویی؟ خب اما قسمی که قبلا برتون گفتم، از من خامک و طراحی لباس چیزا است. خود من صنف 7 مکتب بودم که دای کار رو آوردم. صنف 7 مکتب. بله. و زمان البته قالین بافیم داشتیم. در کنار قالین بافی باز دخت اجزام داشتم، چون معمولا اقتصاد فامیلای افغانی در کل معلوم است که از لحاظ اقتصادی چی هستن. قالین بافی میکردم، باز دپالی از او صنایع دست امی رو در دخت آوردم که حداقل بتونم مصارف خود من، مصارف تحصیل من برآورده کنم. از او زمان تا تقریبا مدت 2 سال 2.5 سال میشه فقط تبلیغات در فیسبوک خودم بود و امی دوستایی که میشناختم امرای اونا بودم. باز تقریبا مدت 2.5 سال اینا میشه که کارم بزرگتر و رسمی تر شده. بسیار عالی، چقدر خوب. خب یعنی هر چیز یک وقت خودم میخواه، یک دوره خودم میخواه که بگذره تا ما بتونیم به هدف خود برسیم. دقیقا. از مجال شوق علاقه مردم چقدر است به روباندوزی، به دیزاینهایی که با روبان دوخته میشن و دیزاین میشن؟ من قصه جالب است. من روزای اول که جور میکردم برای مردم بسیار جالب بود. بعد میگفتن تو در خانه دیکر بروش میکنی، رقم جور میکنی. همو نواری که به کار میکنم نایافت هست، نایافت بود، این خیلی کم بود. و وقتی من کار میکردم در کل خیلی کم بود. بعد میگفتن شما فرهنگ دیگه اینجا آوردین. خب من نظر من این بود که هر دختر خانم باید یک هنر داشته باشم. بله. بعد من چندین بار بردم خودم جور کردم، در دکان آوردم، کسی نگرفت، گفت اصلا کسی اینو نمیخره، فروش نداره. بعد من اون زمان مکتب درس میخوندم، بعد من خودم با لباس های خودم دوختم. حتی بالای کتاب و کتابچه من روباندوزی کردم. حتی یک روز رفتم بالای کفشم بود، بعد این استاد خیلی خوشش آمده بود. استادم گفت اسما جان این گلا رو چطور جور میکنه؟ بعد کم کم استادم همکاری کرد، گفت که اسما جان من برات یک کار میکنم، حداقل تو همین کارات در صحنه مکتب با نمایش بانی. این استاد برام کمک کرد که من در قلب تانم امی هنر خوره برای اون کسایی که در خود مکتب بودن بر اونا نمایش بدم. خب من حلقه جور میکردم برای خانه، مثلا برای موتر و برای عروس خانه بیشتر. از اونا وقت جور میکردم، کم کم دخترا خوششان آمدد. من اول حتی به خیلی ها مفت جور کردم، خب من خواه که در قلب اینا با هنرم آشنا شون. خب من ریسک که کردم حدود 500 افغانی من اول شروع کردم. بعد ایره که وارد مکتب کردم خیلی خوش شده بودم. استاد گفت خب تو چطور مثلا نمیتونی اینا رو بیرون ببری؟ خب ببر مردم بیرون. گفتم بیرون کس نمیفهمه، من باید کم کم شروع کنم. بعد با کمک خواهرم پیج جور کردیم، پیج روی فیسبوک جور کردیم. بعد من اونا رو کم کم موندم. اتفاقا کسایی که از ایران آمده بودن خیلی کم به اینا، به این هنر آشنایی داشتن. بعد اینا کمک کننده برای کارم بود. بعد من در دکان بردم، خیلی خوش کرده بودن، کم کم سفارش های من شروع شد. پس از وقفه میایم روی کارکردهای سید قجار، ببینیم که داستان سید قچی است، از کجا شروع کرده و ای که عملا بر ما شما نشان میتن رو باندوزی را، خامک دوزی را. من هم یکم که کار میکنم ببینیم که جور میتونم یا خراب میسازم. وقفه میگیریم و برمیگردیم به ادامه برنامه. باز هم خوش آمدن به ادامه برنامه. اسما نظری و صدیق پناهی امشب مهمانان ما هستند در گپ نو. خب صدیق جان، داستان که اسما جان داشتن واقعا خیلی جالب و در کنارش خیلی داستان بود که پندامیز و انگیزه داشت بر کسایی که جدیدن کار خود آغاز کردن. خودت هم همچین داستانی داشتی؟ خب من
در اول یک کمیش گفتم، گفتم در زمان که من شروع کردم قانون بافی هم داشتم. در اون زمان تقریبا تنها خود ما نبودیم، حدود 7-8 تا شاگرد شاید بیشتر از او داشتیم که شاگردان قانون بافی از خودم کلانتر بود. باز پدرم زمان مسافرت بود، وقتی که آمد خودش هم در پالای ما قانون بافی را شروع کرد. وقتی که پدرم آمد من کم فرصت بین کار می داشتم، مثلا تا اونا یک قسمتی که ما لازم نبودیم باشیم دمو قسمت که دیستوزی میکردم. بسیار عالی، از فرصت استفاده بله. میکردیم. باز در کنارش کورس میرفتیم و مکتب بود، دختم معمولا از طرف شب بود تا ساعت یا 9 درس میخوندیم، بعد از اون تا ساعت 11-12 اینا میدختیم. اما قسمی چی شد تا اینکه مثلا من مکتب خلاص کنم، وقتی مکتب خلاص کردم چی مستقیم وارد دانشگاه نشدم چون شرایطش نبود. بعد از اون با مشکلات خیلی زیاد از این طریق تانیستم تا یک مراحل خود برسانم که وال روزی است دیگه از مفادش. بسیار خوب، خدا رو شکر و امیدوارم که از این هم بیشتر پیشرفت بکنم. هیچ دختر افغانی نیست که بدون مشکل در یک جایی رسیده باشه. دقیقاً این یکی از حقیقت‌های محض جامعه ماست که هیچ دختر افغان به راحتی نمیتونه برسه به اهداف و آرزوهایی که میداشته باشه. خب امروز هم وسایلتون آوردن با خودتان اسما جان و صدیقه جان، مربوطی که میشه این وسایل که به سر میز است؟ مربوط ما هستن. مربوط شما است. خب بس میشه یکم کار کنن بر ما اسما جان و ما هم میبینم ببینم که باز میتونم از روش یا نه؟ حتما، چرا که نه. کسایی بخوای یاد بگیره در کل بعد اول اولین بار بخوای ببینه برش سخت تمام میشه، ولی وقتی وارد کار شونه اتفاقا خیلی هم آسان است و راحت. این فکر میکنم که روباندوزی نیست. روباندوزی هست در کل، روباندوزی که اصلا فرق میکنه. مثلا ما فقط در یک گلای که ما اینجا ماندن اونو اختصاص داده نمیشه چون از خود انواع و اقسام داره، چندین گل داره، چندین مدل داره که اینا کار میشه، طورهایش متفاوته. بله، این یک از مدل هایی که ما کار کردیم. بعد اینا تابلوی بیشتر از دختر خانم ها مثلا اینا کلان سفارش میده روز ازدواجشان، تولدشان. زیباست. خب این سفارشی است؟ بله، این سفارشی است. آرزو علیرضا. بله. خب تبریکشان باشه. و چقدر زیباست، اما تاریخ ازدواجشان همونجا نوشته شده، البته نوشته نشده. اسما جان کار کردن، روباندوزی کردن. من فعلا دیگه کارش شده، فقط بلگش مانده که من باید امروز ما کار کنم. خیلی خب هم راحت است. خب من میخوام که با دقت ببینم. آسان است. خب این قسمت همون برگش است که کار میکنن. بله. برگ گل است. این را اول امروی قلم حتما اسکیج میکنن، باز بعد از رویش نقاشی میکنن؟ نه، اصلا اینطوری نمیشه. فقط طرح را مثلا من خودم اول طرح جور میکنم. بعضی چیزهای خیلی سخته، حدود 9 نفر امروی کار میکنه. بعد این 9 نفر بعد برای نو مثلا ما طرح میدم، یک قلم میزنم تا که اونا داخل اشتباه نکنه. ولی خودم نیاز به قلم ندارم چون بسیار شما دیگه استاد هستین. صدیقه جان خودتون بلد هستی رو باندوزی؟ این را یاد نگرفتم. من خدایش از ما خیلی سرم کوشش کرد لیکن یاد نگرفتم. چرا یاد نگرفتی صدیقه جان؟ چون هر نوع دخت مهارت خود داره. بله. خیلی گرفتن اعتماد به نفس من را صفر کردن. اول وقت فکر میکنن که ما هم نمیتونم یاد بگیرم. وجود از اینکه صدیقه جان قالین دوزی هم کردن، خامک دوزی هم کردن، این رایود نگرفته. میخواین من یک دقیقه خرابش کنم اسما جان؟ حتما شما کنم. چقدر استاد مهربان. خب تا که خراب نکنی یاد نمیگیری. ما خودیم چندین بار خراب کردیم. خب این را دیگه از اموجه آغاز مونیم؟ بله. ما یکم از آرگی ها شروع کم کم خوب شده از آرگی تانو یاد گرفته. آره خوب خوب شده. خوب شدیم. آره خوب شدیم. عروسه چی میگن؟ بیری. بیری؟ آره بیری. و داماده؟ اون داماد میگن. داماد میگن. خب ببینیم که دیزاین بیری خانوم هم خراب نکنم. و خوشوره چی میگن؟ خسر مادر. خسر مادر میگن. خسر مادر خیلی جالب است. باز خسر را خسر پدر میگن؟ نه، خسر میگن. خسر خسر میگن. خب من کار میکنم، خدا کنه که این دیزاین بیری را خراب نکنم. خب باز اینجا بزنیم؟ خب از اینجا؟ باید برابر به این باشه. خب باید میتونی یک برگ باید بکشی. خب باشن که من شروع کنم.
همینجا درست است؟ یا زیاد بالا کشیده؟ یک کمی طرفتر. این ایج بالا برابرگی بایی باشه کنم. خب. بالتر. اینو یک کار میکنن وقتی برگ باشه سعی کنین برگ دیدین چرا کمی هست نه؟ خب. وقتی که از پایین شروع میکنید سرش تیز میباشه در کل برگ ها کسند. مثلا هر نوع برگ شبه یکی برگ میبینه. کوشش کنین کمی باریکتر بایی باشه خب. و رو تمیاره. خیلی نشد نه خمیره خراب میکنم. نه خراب نمیکنم. نوربندم و گلبند جور خواهد. نوربند چی میگه ده هزارگی؟ مقبول. مقبول. خب خیلی نوربنده. شما بسیار نوربند هستن. تشکر سلام. رفتارتان نوربند است. شخصیتتان نوربند است. قربان تان سلام. و خیلی خوشحال شدم که دیدم تان. امیدوار استم که موفق باشن همیشه. ولی امی که من یک برگه میخواستم کار کنم دیدم که نتانستم واقعا سخت است و مشکل است خوب است بعض از تارهای دیگه هم هست که اون دیگه مربوط روباندوزی میشه بله دقیقا بخش روباندوزی کسر باز اینی تارهایشان هستن که هر قسم تار داره کلن کار میشه باز از اینا گل جور میکنیم مثلا گلای محمدی است گلای آلمانی است هر طرف دیزاین خواسته باشین باز نظر به خواست مشتری بله صدیقه جان برتون کدام دیزاین دختر است موجان یا نه نگن که نه اگر نه من با نوربندی است موجان شک میکنم من باید بریم میدوختم یا بریم من خب اردوی تان دیگه باید به یک دیگه تان میدوختن چون شما خامک دوزی میکنن و شما روبان دوزی میکنن اصلا بگویم راحت باش خب آره دختر بری من یک تا لباس البته خب که خودش مسافرت رفت گفتم تا خودش نامده نمی پوشم تا امروز هم که فرصت نشده بپوشم خب نپوشیدن تو حاله نه. خب خیر است دیگه باز به فرصت های بعدی اگر به برنامه های بعدی دعوت شدین حتما دیگه بپوشن که ما هم ببینیم و اسما جان سیزه قجان چون به خودت دخته صدقه جان برای من در حال دختن است خواد در حال دختن بسیار رو خیلی منتظر باشه چون صدقه جان یک قسم دخت میکنه که خیلی ظریف است و هرکس دخت نمیکنه از او خاطر کارشان صحیح هست ولی کم نوختر دارد خواد ظرافت زیاد داره کارتان من در قسم در چیز ظرافت لباس که اسما جان گفت برمی دوزه خودم وقت نداشتم گفتم کدام کس رو بتیم بودوزه او را تکمیل کنه دیدم که شش نفر برم پس آورد گفتی رو نمیتونم خیلی میده کوک است خب دخت خودت بود؟ آه خب یعنی قدر میده کوک شده و سفت بوده کس نتونست کس نتونست چقدر جالب چقدر واقعا خیلی کیفیتش هم هست من بسیار بلند است خیلی من چی وقت منتظر باشم؟ دمیزدی آل خواست مجار منتظر است هنوز لباسش تمام نشده کدوم وقت شده که خرابم کرده باشی دوختت صدیقه جان کاملا خراب شده باشه خیلی زحمت کشیده باشی یک از چیزایی که در خانه خیلی مشهورم در خرابکاری هم هست چون فکرم طرف دیگه کارو میره میبینم که چیزی که میخواستم اصلا نشده باز رایل داره که پس تاره باز بکنن خب امر خب که دختر میشه بازم میشه خوب است که امرای حل داره اسما جان خودت چطور کدام خاطره جالب داری از جریان دختت جریان دختم البته این رقم بود که یک مشتری ما سفارش داده بود البته چند مشتری بود بعد من از یک مشتری به مشتری دیگه برده بودم جور کرده بودم بعد از اون مشتری دیگه مرا یک مشتری دیگه خب اینا قرار بود که من باید ایران روان کنم بعد ایران باز قزاقستان باز چون نفرشون در ایران بودن خب من اینا رو کار کردم تا ایران رسید بعد دوباره گفت که خب شما این رو بر ما بدل روان کردین بعد من یادم اومد که مشتری دیگه ما که ده هلمن بود بعد گفت اسما جان این رو باز تو دم بدل جور کرده خب من گفتم من اینا تبدیل شده شما این رو باز چی کار کردین؟ خب اونا دوباره پس روان کردن مشتری ما ده هلمن بود اینا پس روان کردن من تبدیل کردم باز دوباره بسیار خوب خوب شده که بالاخره پیدا شد و آسیبم نرسید بله با سایتان از این که مشتری زیاد دارن صدقه جان بیشتر کدام مردم خوش میکنن کارایتان کدام طبقه بسیار دوست دارن و استفاده میکنن از لباس ها و از صنایع دستیتان خب خامک جا در اون قسمی که شما آگاهی دارین همه بینید آگاهی داره که زیادتر مربوط قوم خود ما قوم هزاره میشه باز دمی چند سال اخیر اقوام دیگر که داریم در کشور اینا هم خیلی علاقه مند شدن مخصوصا لباس که اسما جان پوشیده دو دامنه که در
تقریبا پارسال بود اسمونه؟ بله پارسال آورده بود. من اصلا فرصتی نشد که ما بین مردم خود پخش کنیم. قامای تاجیک پشتون ما نام خود دادم روز اول دوم کلش برده. وای که من امروز عاشق لباس شدم. بله واقعا که زیباست و تقریبا در حال حاضر هم میبینیم که بسیار از لباس هایی که هزارگی هست همون لباس مخصوص قوم هزاره که هست بیشتر از مردم تاجیک پشتون هم استفاده میکنن و این واقعا مو صمیمیت و اتفاق هم نشان میده و واقعا زیباست. یک چیز بسیار متفاوت، یک کار بسیار متفاوت از هنر دست دختران سرزمین ما ستودنیست. و بسیار تشکر از اینکه به برنامه ما اومدین اسما جان. صدیق جان انشالله که همیشه موفق باشین. پایم گفتنی اگه داشته باشی اسما جان. قربانتون سلامت باشین از اینکه در برنامه دعوت کردین. خب دوستای عزیز انشالله که در هر جای هستین صحت سلامت باشین، فقط خوب و آرام و خوش و سلحار باشین. تشکر عظیم از این که در برنامه خوبتون ما رو دعوت کردین. انشاءالله که بتونیم راه های دیگر بر موفقیت باز کنیم برای خود ما، بر دختر خانم های هم نوی ما که هستن. و هیچ چیزی ناممکن نیست در زندگی، هیچ چیزی همیشه یک راه حل وجود داره. پس هیچ وقت ناامید نشویم و در هر کجای که هستیم سلامت جور باشه. دقیقاً بسیار تشکر صدیق جان، اسما جان از اینکه به برنامه ما اومدین و ما امیدوارم که یک روز به سطح جهانی محصولاتتان، صنایع دستیتان به فروش برسه و انشالله که بدرخشن به سطح جهان. تشکر میکنم از آن از همراهی شما. هم یک جمله عام و مشهور هم ما داریم که تولید وطن افتخار وطن. کوشش بکنن که از صنایع دستی خودمو بیشتر استفاده کنن تا هم پیشرفت بکنیم و هم بتونیم فرهنگ ما را رشد بدیم و فرهنگ ما را ترقی بدیم. و برنامه ما هم به پایان رسید. البته بخش که ما داشتم انشالله که شب خوب و خوش را داشته باشن. ادامه برنامه را با همکارانم فراموش نکنه. خب عزیزا خوش آمدین به ادامه برنامه. بصیره جانم صحبت های خود داشت با میمان بسیار عزیزش و دختر خانم که بسیار مهارت داشتن بر بخش و دستمال هم مهارت کردن میرن انشالله. اونا جای نماز بر ما آوردن، خانه شان آباد، دختن مهربانی کردن. ولی همکار هستیم. من گفتم که برای خودت هم اون موارد را که نیاز داریم. من یک جای نماز دارم نازم جان نمیزمستان دیگه بسیار سر از نماز خواندن بسیار لذت داره. او را اگر بخونی یک کس بر ما آورده نیخمه تا گپا میزنیم بریم خیلی چی بخریم مثلا کنیم. خب بریم یکی از بخش های برنامه رو ببینیم. چطور یکی از بخش ها را؟ خوب گپ هست. یک کدام بخش میدان بیا پیاده برو جایزه بگیر یا چی بخریم. هر بخش کاماده بود تا این بخش تقدیم شما عزیزا میکنیم. سلام و خسته نباشین دوستان عزیز، خوشحال هستم که بازم در بخش میدان بیا خدمتتون قرار داریم. باز اومدیم به یکی از پارک‌های شهر و یک فضای دیدنی. دو جوان در کنار ما است و یک رقابت، یک چالش بسیار جالب دارن که ببینیم عزیزای ما کدامشان مهارت خوب دارن. با این دو عزیز ما دو گیم بازی میکنیم. یکی گیم کانتکت که چی میگن دریبل، و یکی هم گیم بعدی ما، اول ما همی گیم آب است که بوتل آب ببینیم استفاده کردن میتونن نمیتونن. برشان وقت هم تعیین میکنیم. امیدوار هستم که موفق شوان. اولم روشن یک معرفی میشیم. سلام، خسته نباشید. سلام علیکم. خوب هستید؟ بخیر سن. من شکر زنده بود. تشکر. نامتان؟ رحیم الله. رحیم جان عزیز، متعلم هستین؟ بله، سنف نو. سنف نو. در پالی که درس میخونه این چی شغل یا چی مسئولیت دیگه دارید؟ خیاطی میدونم. خب خیاطی می. بله. گاگای هم فوتبال می. بله. خب بسیار خوب. رحیم عزیز و خودت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سیدوی هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. متعلم هستم سنف 12. بسیار خوب. نامتان چی گفتین؟ سید عبیب. عبیب جان و رحیم جان، نامو کمک نزدیک بود. به هر حال آماده هستین خودتون؟ بله آماده هستیم. خب به نظرت خودت برنده هستی یا رفیق ما؟ توکل به خدا ببینیم دیگه. در میدان مبارزه که آدم آمد نمیگه که من میبازم، میگه برنده من هست. انشاءالله. خودتون هستین؟ خودم هستم. بله. آقا صاحب عبیب و رحیم جان عزیز همراه ما هستن دوستا و ما برشون یک تحفه هم مد نظر گرفتیم از طرف برنامه عزیز ما که برنده شدن. خب خودت چطور هستی؟ این بازی تا رو تجربه کردی؟ بله. خب 100% آماده هستی؟ 100%. خوب است دوستا، بازی ما به شکل است. بیاین خواهی یک چند قدم بالاتر.
نه دو صدای پیاده رو استاد میشیم و به این شکل بوتل آبه ببینیم که نه ما خب مام نام خدا اینه مهارت پیدا کردیم. خوب است دوستا ببینیم که ای عزیز ما در ده مرتبه چند بار موفق میشن و ای عزیز ما در ده مرتبه چند بار موفق میشن. خوب است؟ خوب است. خب چالش شکمه که ساده تر از دیگه بیشتر دوستا تجربه هم دارن. شروع میکنیم بخیر. اول از سمت خودت آغاز میکنیم. شروع کنیم. یک شش هفت هشت نو ده سه مرتبه تانستنی عزیز ما سه بار شد نه؟ خب آماده سی خودت؟ برو یک دو سه دقت دقت چهار پنج شش شش هفت هشت نو ده مساوی واقعا عالی بود باش دوستان ما من تجربه کنم نه نشد خب تقریبا مساوی بود بازم گیم تکرار بریم خب پایین پایین مرتبه باز پرتیم ببینیم یک دو سه چهار پنج او در سه مرتبه تجربه زیاد شد نه یک دو همون قصه پینوتی واره است سه چهار پنج یک بار این دو بار سه بارو خب برنده ما خو امی عزیز ماست آل گیم کانتکت هم داریم که دریبل اگه اشتباه نگویم دریبل خودت آشنایی داری کمی بیش؟ بله خب خودت چطور؟ انشالله یک کمی میکنیم ببینیم چی میشه توکل با خدا خب خیم توپا پرتیم باش که بوتل آبا من اینی قسمت پرتم خیر توپ ها مقدر مقبول نیست دیگه اما خوب است دیگه بد نیست ببینیم که خودت یک بار چند مرتبه میتونی کانتکت کنی درست؟ یک دو سه شروع چهار پنج شش هفت 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 سه سه مرتبه میگیریم سعیس برو خودت یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده، سیزده، چارده، پانزده، شانزده، عبده عالی بود خب بازم میریم آماده هستین؟ یک بار دیگه خودت برو عزیزم یک، دو، سه، چار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده عالیست سیزده شروع یک، دو، سه، چار پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده، چارده، پانزده، هبده، هجده، نوزده، بیست، بیست یک، بیست دو، بیست سه، بیست چار، بیست پنج، بیست شش، بیست هفت، بیست هشت، بیست نو، سی، سی و یک، سی و دو، سی و سه، سی و چار، سی و پنج، سی و شش، سی و هفت، سی و هشت، سی و نو، چل گیم یکم چالش زیادتر شد، چل باش که عزیز ما چی میکنه؟ یک دو سه سه مرتبه بار از خود بار آخر هم از خودت است مربوط خودت میشه شروع یک دو سه سه مرتبه خب حالا یک چالش دیگه هم تعیین کنیم که برنده بازی ما باید معلوم شود چون بخش بازی بوتلاب با خودت موفق بودی و در دریبلی عزیز ما حرکت بعدی رو چی تعیین کنیم روی زانو ببینیم که خوب میتونه دریبل کنه کانتکتونه میتونین فکر نکنم دیگه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چارده
خوبش خوبش 15 16 بیا بار آخر از عزیزم دقت کو که برنده بازی خودت باشی شروع میکنیم 1 2 3 برنده شدی عزیزم در اصل اردوشان برنده هستن خب ای عزیزم برنده شد اما جایزه را که برشان مد نظر گرفتیم بین خود باز تقسیم کنن اما جایزه را میشه برای ما همکار ما بیارن تشکر این دوستان برگ سبز توفه درویش و ای عزیز ما تقدیم میکنیم و حرف و پیام و گفتنی هایشان را میشنیم وقت داریم؟ چیز گفتنی خاص ندارم دوستان نمیین ورزش کنن ورزش کنن سعدمند باشن خب دیگر درس تعلیم خود را ادامه بدن در افغانستان باز یکم مسلک هم یاد داشته باشه بله کسبم خوب چیز است کسبم خوب چیز است تشکر عزیزم خودت گفتنی داری؟ تمام دوستان ما خوشمند هستیم که بیاین تمرین کنن مشکل نداره که فوتبال باشه یا تمرینات رزمی باشه میتونن هم تمرینات را ادامه بدن و ما خوشحال میشیم که سپورتمن های بیشتر داشته باشیم تشکر وقت خوش زنده باشیم موفق بودین اردویتان مرم به میاد سابقه بردین کال دیگه از ما نمیشه دیگه سابق خوب بود ما هم یک 5-6 تا دریبل میتونستیم زیاد نه دیگه خوب دوره بود موفق باشین جوان ها امیدوارم که از گیم امروز ما خوشتان آمده باشه گرچه برنامه شب نشر میشه در گپ نو تا دیدار بعد که بازم در خدمتتان قرار میگیریم خداوند نگهدارتان باشه خب عزیزا آرزو دارم تا اینجا هم از برنامه لذت برده باشین و در خدمت شما هستیم در این لحظات برنامه باز هم چون خیام جام نامده نیریم یک کمره مخفی تقدیم عزیزا میکنیم خب گپ است درست است؟ کمره مخفی رو ببینین و عزیزا برمیگردیم چی هست که در دستت گرفتیم؟ یه چی هست؟ راوتر چی هست؟ ماشه ها؟ چرا در دستت گرفتیم؟ چی کنم در کجا بگیرم؟ در پلاستیک پر تا فهمت گرفتیم اگه چی بگیرم؟ در پلاستیک پر تا مار پلاستیک هست ما چرا بیارم؟ از همون جایی که گرفتی در پلاستیک پر تا ها؟ تو هم قد ازم استی؟ بار دکه استاد نیست بار رشته کم کردی؟ رشته کم کردی؟ رشته کم کردی؟ چی شده؟ رشته چرا کم کردی؟ یه نه؟ چرا در کار نمیایی؟ در خانه ما کار میکردی؟ چی؟ در خانه ما کار میکردی؟ اشتباه کردی، کی هستی تو؟ بابا بدر، حال تو سرکاریگر مزدورکارا نبودی؟ نه، دیوانه ها؟ ای شما دو نفر از یک جای هستی؟ او دکان را دیدی؟ چرا؟ در اوجه زیر تان کنم اردوی تا یک جای همت زدن کنم به خودتان بگوین آفرین من چی کردیم؟ او گفتم تانه مقصد دیگه یک جای نگردیم من را میگیم؟ آه اردوی تا میگو چی کردیم؟ در اون دکان را دیدی؟ کدام دکان را؟ او نوا خب چی شده اونجا؟ خب گفتم میبرم مردوی تا در دکان را قد زدن کنم که تا دلت باشه صحیح ما میبینیم کلی کارتی چهار زیر دست من چه رقم کار میکنه؟ رقم کار میکنه زدن آسانه؟ خیمه را ماشه که من کار میکنه ماشه چیز؟ خب ما هم در کارت چهار است در کارت چهار است یه سر خود هستی؟ چه رقم؟ میبرم میزنم تا یه نگفتم صحیح سبا میبینم صحیح است بود زدن تو میخریم صحیح است چرا دو پشته ششته؟ ها؟ چرا دو پشته ششته؟ ها؟ چرا نشه؟ اجازه نیست. چی گفتم؟ ها؟ ما میگم. چرا الان تو پشت میشینی شما؟ موتورسیکل برای یک نفر است یا برای دو نفر؟ حالا کی گفتم؟ ما میگم. ها؟ ما میگم من. چرا؟ چرا تو پشت میشینی؟ اجازه نیست. من گفتم از طرف ما ندیدی که بدر دست شاو دلاس پیکرم از اعلام کردم که کس دیگه از عبادت کارت چارت که در موتورسیکل در پشته نشینه با خود کی هست؟ ما؟ شای منطقه ها؟ کجا؟ کجا میری؟ ایره چی میکنی ایره؟ ایره چی رو سعی میکردی؟ چرا
مشکل. فیسبوک کار میکنی؟ نه. ها؟ نه چرا مشکل؟ های موبایل تا چرا دادست دیگه؟ چی کار داری موبایل؟ دیگه که میرفتی در سرک موبایل تا در جیبی کنی؟ نه. خدا مگریزانه؟ پدر نمیگریزان؟ خای تو بکش؟ تو بکش؟ نه مگریزانی، اول تو نگریزانی. ها؟ تو نگریزانی. ای کمیت ترسی که تو با برو. جا میری؟ جمپر چند خریدی؟ جمپر ششونی. گرم است؟ خیلی بگی کدیمه تبدیل کن. نکش دیگه چیز را زیرش. نه پایی ساسی دیگه. نه مال از اولی. با بدر مام نمیکشم تو هم نکش. چه اتر والا دلا گفتی باز وام کم برا من. نه نکش. در جیب از نکش شد نه بیا بگی بکش بگی تبدیل کن. بدنم بشنگی چی میکنی؟ تو بگی؟ چه رقم؟ اگر چیزایی میکشم. خالی؟ خالی خو نمیشه دیگه. ما تو پرت آدم کاکگی که کت همون تو نه دیگه. مارو بچه شما چرا سر ما خانده؟ بیا بکش بکش. ها؟ همه تو کنیم پیسه و کلی. اون یک موبایل خدا گرفتی دیگه. خدا یارت. نه ای خورده است. خورده است بچهش. گمش کن. ای خورده است. نه نه. خیلی بگیم. بچه رشخندی بیتونی. نه رشخندی چی میکنم بچهش. باز ما یه جنفرات رو بتی گفتیم بگیم. خدای سرت. صبر که. کجا روان هستی تو کشکش؟ چرا خیرت هست؟ چرا که کشکش میری؟ خیرت هست؟ گفتم چرا که کشکش میری؟ کشکش چرا خمارد؟ یه تو تو را نکو خدا نا وقت دادم چی که با نا وقت؟ نه بیا ایجا اگر کس خونه بر آمدی مویای تا جل بزن سعی سعی را برا شخ شخ را نه از خونه بر آن جل بزن از دکان بر آمدی چی از دکان که بر آمدی تاف بزن فهمیدی؟ سعی دگه تو بسر بسر نری یا نه کجا میری؟ کجا میری؟ چرا؟ کجا میری؟ چی رب داره با شما؟ من پرسان دارم، من اینجا وکیل منطقه هستم. بیا اینجا. یا نه؟ کجا میری؟ وسو نره، ایسو برو. چرا؟ خو ایسو برو. من ایسو کار دارم. حال یک وکیل منطقه تو رقم میگه تو نم. وکیل با خود هستی وکیل؟ نه، خیلی بیاد اگه به کارتا کجرا کنم. چشت. بیجی. بیا شما را میگم شما نداره که داری سرک بکنی؟ شما نداره مردم خداحافظی تر میکنه اتخانه میکنه تب تب هیچ چی کارا یاقی بری دیگه داری های سرک تو کارا نکنی فهمیدی؟ بره بره کدام سو میری؟ بره دیگه تو شاخ حرکت که دیگه دیگه با اون خدای هم نباشه بیا ایجا هیچ رقم استایل است چرا؟ لیسانس رفته بودم اگم یالا ترفت برد حالا لیسانس گفته تا جمپر تا در سر شانه حالا تا جاتا تا بیجل تا گرمین کده بود پشتر جا جمپر تا بپوش تر دستم گرفته بود جمپر تا بپوش سگرت این حال سختانده بودی خلیفه سگره تا سوختانده بود یا دست تا سوختانده بود؟ نه جمپر خود سوختانده بگی بپوش جمپر تا بیدم نه گرمی سمت را است بانش بیک برین جان سرگپ متابال آقایم گپ نمانده با ما چی که نمانده؟ من ترم میگم استاده شو کجا میری؟ تابال سروان بودی حالا اصلا میری جمپر خود بان تو بپوش نپوش نپوشی من چی میگم تا؟ تابال سرگپ ما در این منطقه کس گپ نمانده خدا یارت باشه مرا دستت کلتان از کجا آمده؟ از مکتب چرا تو یک جای میگری؟ چرا؟ اسفیاسی دوچی ما طرف ما یکیست آه خانه ما سایت یک جای یک جای نره تیت بره که اونجا بچه ها را جمع کنه جمع میگه آه بره بره خیمه را بزنی یک جای نره بره تیت شوه اونجا بچه ها را جمع کنم از همون خاطر گفتم اتاره کجا میره بچه؟ کجا میره؟ ها؟ چرا تو استایلایتون تغییر داره؟ از کی از ما؟ ها شما دوست رفیق هستی؟
چرا خواهی استایل های تانه تو تغییر داره؟ این دسمال چرا داره؟ کلا چرا داره؟ تو نداری؟ بیدیم مشکل داری؟ ها؟ مشکل داری که استایل ما؟ ما آه مشکل وکیل منطقه هستم پرسان میکنم بابا چه بد است که تو نگو؟ نه میگم فامی؟ تو میفهمی که ما کیستم؟ وکیل ها؟ نه تو میفهمی که ما کیستم؟ نه نه بیا اینجا تو بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا تو بارش بیا اینجا مرا دستا بیا اینجا اعتراض نکو خدا اعتراض نکو خدا مرا دستا مرا دستا ما کمره مخفی داشتیم آزار تان میدادم آه بچه آزار تان میدادم کمره مخفی بود بره خدا یارتا خب بره اگه آزارت میدادم اگه آزارت میدادم بره آزارت میدادم کمره مخفی بود خدا یارت باشه خاری جان آزارت میدادیم یک دقیقه بیا ای جواب بیا در بیا یک دقیقه آزارت هم میدادیم آزارشی؟ یک کمره مخفی داشتیم آزارت هم میدادیم آزارت هم میدادم کمره مخفی بود تو بیا در وقت کنیم ها؟ نه نه کلا دانس کلا دانس بره آ بیا هم بخیر او ګرځیدای کمرې مخفي مو په ګړ سره وکټلا پرېختیا هم چې خیام جان ډیر زیار بیاسي او رو رو راو رسیدو د خبرونه پای ټکیته یا خدافظی امروز د پښتو میکنی دیره مکمل پشتو ارور جانا اما بعد از او که من پیام خواندم گپ نو خبرونه گوری او زبی ناظم او زما همکار نصر جان کیهان دا خبرونه تاسو وړاندې کوي نو ورزو زبدا د کرکټ پیغام ولولم او روس ته لګې به خدای پامانی وکړو سما د اوروره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بد شل اوریز نړیوال سیالي په لړ کې له هند سره د دریو شل اوریز سیالي لوبلړۍ تر سره کړی دغه سیالۍ به د 1402 کال د مرغوبې میاشتې په 21مه، 23مه او 28مه تر سره شي د افغانستان او هند ترمنځ به لومړۍ سیالۍ د 2024 کال د جنوري په 11مه نیټه تر سره شي او دا سیالۍ به د هند د پنجاب ایالت په موهالي لوبغالي کې تر سره کیږي تاسو کولی شئ چې دغه سیالۍ په ژوندۍ او قانوني بڼه له آریانا تلویزیون څخه وګورئ او تر څنګ یې له آریانا اف ام څخه هم اوریدلی شئ ډیره مننه ما خو مفت نمیگیم که نصر جان خوش کلام او برنامه گفتیم که تشکر نازم جان شما د پشتو خوش کلام چی میگه ماینا نصر جان ماینا بلبل توتی برنامه زنده باشین برنامه امشب که تقدیمتون کردیم تا برنامه بعد وقتتون بخیر چشمارای نظریاتتون هستیم شماره تماس برنامه هم در خدمت شما و چنل یوتیوب هم سابسکرایب کنین بینید تمام برنامه باشید الان نگهدارتون